دانشجویان دانشگاه علامه تهران مراسم نمایشی برای دادن جایزه حقوق شهروندی را با دادن شعار به هم زدند. هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا: سال گذشته ماموران رژیم ایران دو توطئه در اروپا انجام دادند، یکی در پاریس علیه یک گردهمایی سیاسی و دیگری در دانمارک. رایان هوک امروز چهارشنبه گزارشی از سرپیچی رژیم ایران از قطعنامه شورای امنیت در مورد موشک‌های بالستیک به این شورا ارائه خواهد کرد. معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا: ما با 5 تهدید رژیم ایران مواجه هستیم: سلاح هسته‌ای، امنیت دریانوردی، حمایت از سازمان‌های تروریستی، موشک بالستیک و سایبری. دادسرای عمومی فرانسه موافقت خود را با استرداد جلال روح‌الله نژاد، دلال رژیم ایران، به جرم قاچاق تجهیزات برای سپاه پاسداران اعلام کرد. نیروی نظامی ونزوئلا به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند و با خودرو آنها را زیر گرفتند. دونالد ترامپ: به دقت وضعیت ونزوئلا را زیر نظر دارم.